در دسته این سلبریتی های حامی اختشاشات کسی نبود جز علی کریمی. و سردسته تمامی برنامه های چرت و پرت صدا و سیما همین مستندهایی است که در آن یک نفر با صدای اینجوری زرت و پرت می کند و قصد ترور شخصیتی افراد محبوب جامعه را دارد. در اسناد دیپلماتیک آمریکایی ها علی کریمی از رئیس جمهور ایران در بازدید از تمرینات تیم ملی دوری می کرده است. احتمالاً از همین زمان آمریکایی ها کریمی را شخصیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری تشخیص دادند. اگه آمریکا میخواست روی هر کی که محمودی رو آدم حساب نمیکنه سرمایه گذاری کنه که الان 80 میلیون سرمایه داشت تو ایران. در این نشانه مهم روز 27 خرداد 1388 ظاهر شد، وقتی که کریمی با دستبند سبز وارد زمین فوتبال شد و با ایجاد تفرقه و تزلزل در تیم ملی باعث حذف ایران از رقابت‌های مقدماتی جام جهانی شد. اسکلو الان مستند ساختین طرفو خراب کنین یا با یادآوری اینکه همیشه سمت مردم بوده محبوب ترش کنین. خصوصیات نامتعادل شخصیتی کریمی به خصوص ستیز جویی و پرخاشگری در تومه شدن او نقش داشت. البته شما مشکلتون با کریمی به خاطر خصوصیاتی که داره نیست، به خاطر خصوصیاتی که نداره. مثل مالی، اونم اگه زیر پیرهن شعارهای مالشی مینوشت الان اسطوره اخلاق و ادب بود.